بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به آن سوی شب نبرد. این هفته با شما هستیم. با تقدیم این برنامه کوشش میکنیم به بررسی مسابقات فصل 13 شب نبرد بپردازیم. مهمان عزیز داریم، آقای قیس جسور، که در فصل 13 در مبارزه نیمه مرکزی قرار هست مقابل ویستو قدموف از کشور روسیه مبارزه داشته باشه. حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. خوش آمدید جسور صاحب. سلام، خوش باشین قیصری صاحب. سلام تقدیم میکنم به بیننده عزیز، مردم عزیز افغانستان. خدا کنه که یک مسابقه خوب داشته باشیم. چی شد آمدید به شب نبرد قیصری صاحب؟ ما هر کاری که کنیم و هر چیزی که در جهان برای ما اتفاق بیفته که در افغانستان نداشته باشیم، او خوبی را برای ما نمیداشته باشه. ما در وان چمپینشیپ مسابقه کردم، فایت کردم، بلندترین سازمان جهان است، ولی ضرورت به این دارم که در بین مردمم، در بین جامعهم، کسایی که ما را همیشه حمایت کردن، کسایی که توقع دارن که فایت های ما را لایف ببینن، زنده ببینن از طریق تلویزیون ها که نتونستن بسیاری وقت ببینن، به خاطر اونا ما خواستم که در داخل افغانستان فایت کنم و در ضمنش به خاطر حمایت از سازمان‌های داخلی ما، خصوصا سازمان SLFC یا شب نبرد که کارکردهای بسیار خوب داشته و تانسته که MMA را در افغانستان چی که در منطقه جایگاه خود پیدا کنه و ما ضرورت به این است که ما هم حمایتش کنیم. موضوع وان چمپیونشیپ چی میشه؟ سه قرارداد ما باقی است در اوجا و اینجا هم سه قرارداد دارید؟ بله بله، این هم قرارداد آزاد برای ما دادن که اگر بخیر این مسابقه کنم دیگه مسابقه هر زمانی که برای ما از اون طرف هم چی بیایه قرارداد، یعنی مسابقه بریم پیشنهاد شوه، اینا اجازه میتن که ما از اینا اگه اجازه خط باید است بگیریم و میتونیم که اشتراک کنیم. چطور شد مبارزه نیمه مرکزی را انتخاب کردید؟ قیصری صاحب برسان فرقی نمیکرد؟ نه نه، چرا فرق داشت؟ در صورتی که مسابقه بالای کمربند نمی بود، ما خب به قانون ورزش بعد از او به قانون MMA و حرفه‌ای همیشه قائل هستیم و اعتقاد داریم و باید از قانون پیش ببریم. برای ما پیشنهاد در دورای گذشتم کشیده بود فایت مرکزی شده بود، ولی در این دور وقتی که بالای کمربند مسابقه برگزار می شد و اگر ما در این دور نمی کردم مسابقه، امکان داشت دور بعدی شب نبرد مسابقه مرکزی را کنم، ولی ما گفتم که نه، دور 13 پس ما فایت میکنم و چون مسابقه بالای کمربند برگزار میشه قوانین MMA میگه که باید از مسابقه مرکزی تایتل فایت گرفته شه یا کمربند دیگه. با او خاطر ما اعتراض هم نداشتم در این گپ و فایت نیمه مرکزی مرکزی هر دویش مین ایونت هاست، مین ایونت کومین ایونت هست. حالا شما گفتید مبارزه مرکزی مبارزه کمربند قهرمانی هست، بله. او رو بگذاریم کنار، مبارزه نیمه مرکزی هم میتونه خیلی خیلی جذاب باشه. در رابطه با حریف شما هم برمیگردیم صحبت میکنیم بعد از وقفه. قبل از وقفه باید تشکری کنم از حامی و اسپانسر برنامه اتک انرژی درینک که در کنار شب نبرد هست، در کنار ورزشکاران MMA کشور هست و رقابت های شب نبرد را حمایت میکنه. با ما باشید. وقفه. خوش آمدید به بخش دوم برنامه. با شما هستیم، همچنان میزبان آقای قیس جسور هستیم و در رابطه با مبارزش همراه با موسوویستو قدموف صحبت میکنیم. چگونه است حریفتان؟ حریف قدرتمندی هست، افغانستان آمده مسابقه داشته، دور دهم عمران ترخیل را برده، چگونه میبینید؟ فایتر و چقدر است؟ آشنا هستید با این فایتر؟ جوان است، فایتری خوب است، آشنایی کامل حدوداً 100% گفته نمیتونم، ولی شاید 70-80% داشته باشم. فایتاش دیده، مسابقاتش دیده، دست و پای بسیار خوب داره، پرتابای بسیار خوب، چون یک کامبات سامبو کار ماستری داره در کامبات سامبو و در ضمن شما گفته شما اولین کسی است که در سازمان SLFC یا شب نبرد نزدیکترین یا زودترین ناکاوت به نام خود ثبت کرده در کمترین زمان ممکن، کمترین زمان، بله، که و یکی از خوبی های از این آدمی است که هیچ ناکاوت خودش نشده، سه باخت در کارنامه داره، 7 برد، ولی هیچ باختش با ناکاوت نیست. یا اضافه تر موچیاش در نمره
با حریف واگذار کردن. بهتر بگم سریع ترین نکاوت رو در مسابقات شب نبرد داشتن، این درست‌تر هست. و بسیار یکی از بوکسی بسیار خوب میزنه، یک بوکسری بسیار خوب است، کامباسون بوش بسیار خوب است. پس کاملا آشنا هستید. آماده؟ یا بله بله. آقای جسور، این 6-7 ماه گذشته فضای پرتنشی را به نظر من MMA کشور پشت سر گذاشته. بله. تا این اندازه چالش نگذاشتن، یعنی هست. بله بله دوام. تا این اندازه چالش و چالش بازی نبود، در شرایطی که کارشناسان MMA خیلی هاشان گفتن حتی چالش دادن از خودش قواعد و مقررات داره. تمام این قواعد و مقررات زیر پا شد و هر کسی که تانست در هر سطح و کیفیتی هم که بود هر ورزشکاری را که دوست داشت چالش داد. به نظرم فضای خوبی نیست، ضمن اینکه به ما هم انتقاد بوده که چرا میایید مطرح میکنید، اگر مطرح نکنیم چه کنیم، باید هر صورت راست یا دروغ، خوب یا بد را مشخص بسازیم و فکر میکنم وظیفه ما هست که صحبت کنیم. چگونه میبینید فضا را؟ قیصری صاحب، اصلا در عموم موضوعی است که سطح آگاهی در از عموم مردم ما در MMA شاید کم باشه و ورزشکارای ما همچنان، کسایی که در MMA فایت میکنن، مسابقه میکنن، خودشان درست قوانین و قاعده MMA را نمیفهمن، بو با انوز برابر نشدن. برای ما تمام ورزشکارا و قهرمانای ما قابل احترام هستن، هر کسی که به این کشور افتخار کسب میکنه، بیرق این کشور را به اهتزاز میاره، قابل احترام است و هر کس باید از جایگاه خود احترامی که برش مردم قائل است او را حفظ کنه. به خاطر چلنج و چلنج بازی در MMA درست است، ولی نه خیلی از ورزشکاران خوب ما بین کلامتون ببخشید همین جایگاهی که گفتید را زیر سوال بردن، صدمه زدن، لطمه زدن، خود از زیر سوال میبرن. دقیقاً کسایی این کارا را کردن که واقعا نباید میکردن، ولی باز میگم و یکی از بدیای کار در افغانستان است که چلنج ها هیچ وقت اتفاق نیفتید. اگر چلنج اتفاق میفتید که یک اصلا یک منوال MMA طریقش این یکی از چلنج است، شاید چون مطابق اصول پیش نرفته، اصولش هم طور است که چلنج داده میشه، چلنج ها پذیرفته میشد و برگزار میشد، اما در چلنج ها شاید مطابق اصول پیش نرفته، ما بلد نیستیم چگونه چلنج بدیم. گفت رقابت این ام چلنج را که میتن، اصلا MMA خودش یک رقابت سالم است، ولی به طریقه رقابت سالم نه، غیر سالم یا پیش میرن. رقابت هایی که فعلا صورت گرفته غیر سالم است، اگر اونم رو به طریقه درست استفاده میشد، تعصبات کنار میگذاشتیم و مسابقات میموندیم، میگذاشتیم که ما دو فایتر کسایی که در وزن های خود قرار دارن بگذاریم که بهترینش معلوم شوه، این کدام عیب نیست، حق هر ورزشکارم هست. کسی که ولی کسایی که مدعی میشن به قهرمانی، نزدیک میشن به کسایی که دارن قهرمان هستن، تایتل دارن یا کمربند دارن، بعد از اون میتونن که چلنج بتن و بیان به او، اما نه کسی که یک دفعه MMA مسابقه کرده چلنج میتا، یک کسی که هیچ از MMA خبرم نداره چلنج میتا، یک کسی که شما باور کنید دگرشته دیگه است، او ما والا یک افغان ما باخت میکنه، ما یک از این مسابقه میکنم، این اصلا به نظر من یک گفته مو عامیانه یا کوچگی بگم براتون، چی میگن، نامکشی. بله، و ورزشکاران صاحب نام ما هم آمدن، دخیل شدن و به نظرم در شرایطی که اصلا نیاز نبود خود در این فضای پرتنش قرار دادن. خیلی ها، خیلی ها گفتم که حیثیت خود پوان بود، خود اصلا زیر سوال بردن. مردم واقعیت مردم خسته شد، MMA را زیر سوال بردن، ورزش را زیر سوال بردن، خصوصا یکی از تنش های دیگه در اواخر که قیصرش بر شما معلوم است، بعضی گپاک به خاطر ورزشکارای MMA که مسابقات را که برگزار میکنن او دودن، بعضی کسا تخمین میزنن که مسابقه فکس مچ وری است، که اینی موضوعات بسیار کار بعد است، نباید از این موضوعات. و این موضوعی که شما اشاره میکنید در همین 6-7 ماه بر سر زبان آمده نبود، موضوع همه ورزشکارا رو زیر سوال میبرن، همه ورزشکار با دو نفر سه نفری که مثلا یک اشتباه رخ میده در افغانستان یا یک سازمانی که یک کار خراب میکنه، باعث میشه که تمام ورزشکارا زیر سوال بره، تمام قهرمانا. آقای جسور تشکر از اینکه آمدید، سلامت برای شما آرزوی موفقیت میکنم، ان شاء الله مبارزه جذابی رو ببینیم از شما. به نظر مبارزه شما هم میتونه یکی از مبارزه های جذاب باشه با توجه به بک‌گراند و سابقه که شما در MMA کشور داشتید. صحبت دیگر اگر دارید. سلامتیتون، فقط این وعده را برای مردم میتونم که
بایی که عریف عریف خوب است، بک‌گراند هر دوی موجودن یک قسم است، ولی وعده میتوم که به خاطر لبخند و خوشی مردمم تا ریزاندن یا ریختاندن خونی ما میجنگم و انشالله به خاطر افتخار وطن ما که افتخار را کسب کنیم ما این مسابقه را به نفعم تمام میکنم و وعده میتوم که سهل انگاری نکنم و تمرینات ما را خوب پیش ببرم. انشالله آماده هستم، مردمم شاید از این گپ خاطر بودن. شما سلامت باشید. قیس جسور از ورزشکاران خوب امی کشور، شما همچنان بیننده آن سوی شب نبرد اتک انرژی درینک هستید. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه، با شما هستیم. آن سوی شب نبرد را میبینید. در رابطه با مبارزه مرکزی فصل 13 شب نبرد میخواییم بیشتر صحبت کنیم. هفته گذشته فرامرز محمد مهمان ما بود. حریف او در مبارزه مرکزی فصل 13 شاهین نجفی است از کشور ایران که از طریق اسکایپ همراهش صحبت خواهیم کرد. در رابطه با این مسابقه از او هم جزئیات خواهیم گرفت و ببینیم که مسابقه چه روندی خواهد داشت و نظریات شاهین نجفی را هم خواهیم داشت در رابطه با این مبارزه. امیدوار هستیم جذاب. آقای نجفی سلام، وقت بخیر. سلام خدمت شما و تمامی مردم عزیز افغانستان. خوشحالم که مجددا میخوام به کشور افغانستان سفر کنم و اینکه دوباره فرصت پیدا میکنم در بین مردم عزیز و مهمان نواز افغانستان حضور داشته باشم و در سازمان بین المللی شب نبرد فعالیت کنم و از شبکه شما تشکر میکنم که این امکان رو به من داد که بتونم در این رسانه با شما مسابقه کنم. شما سلامت باشین. مسابقه مرکزی مسابقه هست که شما قرار هست همراه با فرامرز محمد داشته باشه. چگونه میبینید؟ چگونه این مسابقه تنظیم شد؟ خب این مسابقه یک مسابقه خیلی مهمه، چه برای بنده، چه برای سازمان SLFC و چه برای حریفم. خب من بعد از اینکه در دور 11 بازی خودم رو با موفقیت تونستم از نفس به بیرون بیام، خب اونجا من یک چالش رو دادم با آقای بدخشی که خب این امکان وجود نداشت که ما با هم فایت کنیم. ایشون رو با یه سازمان دیگه قرار داد بس و کلا این بازی کنسل شد و دیگه سازمان به این فکر افتاد که بازی بنده و فرامرز رو برای کمربند معتبر سازمان SLFC این بازی رو مچ کنه که ما انشالله بتونیم بیایم و این بازی انجام بدیم. بسیار خوب. چگونه میبینید حریفتان فرامرز محمد رو در شرایطی که صاحب کمربند قهرمانی هست و باید دفاع کنه و شما باید این کمربند رو آمدید که ببرید؟ بله انشالله. خب حریف من حریف خوبیه، من میگم برای تمام حریفایی که داشتم احترام قائلم، ولی خب اسم حریف الان برای من اصلا مهم نیست، کار حریف برای من مهم نیست. من خیلی زحمت کشیدم، خیلی پلن ها رو پشت سر گذاشتم که به اینجا برسم. الکی اینجا نیستم، بنده 15 سال توی ورزشم از کشتی آزاد گرفته در ایران، در کشتی گرپلینگ، جوجیتسو و بوکس و MMA چندین سال دارم زحمت میکشم برای همچین روزی، برای همچین مسابقه. یعنی نمیخوام بیام اونجا به راحتی بخوام بیام بازی رو واگذار کنم و اینجور مسائل، نه اصلا همچین چیزی نیست. من بهتون قول میدم اون شب شب خیلی سختی برای حریفم خواهد بود. من هیچ وقت هیچ مسابقه 100% برنده نداره، یعنی از الان من بگم 100% برندم، نه. من تمام 100% توانم رو برای برد میارم و حتی 0.5% هم به باخت فکر نمی کنم. 100% من برای برد میاد و اصلا کاری به کارهای حریفم ندارم. حریفم میخواد کشتی بگیره، بوکس کار کنه، اصلا برام مهم نیست. من فقط اون کمربند رو میخوام و فقط به اون کمربند فکر میکنم، چون به خانواده خودم، به مربیم، به بچه های تیمم قول دادم و مرد قول میده، قول دادم که برم اون کمربند رو بیارم. چند قرار داد بستید با سازمان SLFC؟ چند تا مسابقه رو قرار داد بستید؟ منیجرم استاد ابراهیمیان زحمت کشیدن با سازمان SLFC این قرارداد رو امضا کردن و تا اونجایی که بنده اطلاع دارم 3 فایت در 1 سال قرار من در سازمان SLFC انجام بدم. شما آمدید افغانستان، مسابقه داشتید، مسابقه خود بردید، در داخل کیج، داخل قفس از این بدخشی را چالش دادید. آیا این مسابقه هیچ وقت برگزار نمیشه؟ چرا، امکانش هست. من بنده قراردادی که با سازمان SLFC بستم یه قراردادی آزاده، یعنی
اون استفایتی که در سازمان اسلفسی انجام میدم میتونم در سازمان های دیگه هم فایت کنم. این اجازه رو سازمان اسلفسی به بنده داده. خب اگر بشه چرا که نه، چرا در سازمان برایف امکانش اگر باشه ما با هم فایت کنیم. این در این صورت امکان داره که ما، چون آقای بدخشی چند فکر کنم قرارداد چند فایت رو در بکنم دو سال و یک سال و نیم با سازمان برایف بسته با. و اون سازمان به ایشون اجازه نمیده که در سازمان دیگه فایت کنه و فقط فایت ما در این یک سال و نیم که پیش رو داریم فقط در سازمان برایف امکان پذیر است. خب این امکانش هست که من در سازمان برایف بازی کنم و بتونم با ایشون فایت کنم. یعنی شما همزمان هم در سازمان SLFC و در شب نبرد میتونید مسابقه داشته باشید و اگر خواستید و علاقمند بودید و قراردادی برای شما مهیا شد میتونید در سازمان‌های دیگر هم مسابقه داشته باشید. بله بله، این دیگه بستگی به منیجر بنده داره، بستگی به سازمان SLFC داره که این اختیارات رو به بنده بدن. بنده یک فایترم، بنده یک مبارزم و تمرینمو فقط انجام میدم، تمرینمو میکنم، دیگه کاری به این ندارم که با کی میخوام فایت کنم. این منیجر هم من تصمیم میگیره. چرا حالا مثلا ما چالش میدیم، فایترها به هم چالش میدن، فایترها همون به چالش میکشن، اینا درسته، ولی کار اصلی و در پایان منیجر و سازمان ها انجام میدن. بنده میگم که الان این فایت هم واقعی فرامرز که ست شده، خوشحالم اولا از این فایت و اینکه منیجر هم و سازمان این تصمیم رو گرفتن. اول سازمان و بعد منیجر هم این فایت رو تنظیم کردن که من بیام فایت کنم و فایت آقای بدخشی هم همینطور. بعد اون سازمان مورد نظر و منیجر بنده هماهنگ کنن که بنده برم فایت کنم. آقای نجفی، چگونه بود فیدبک مردم ایران و استقبالی که از شما شد بعد از فایتی که در شب نبرد داشتید؟ خب خدا رو شکر بنده انتظار نداشتم همچین استقبالی بشه، مثلا برای این مخصوصا این فایت دور 13. خب دور 11 که ما اومدیم کسی زیاد اطلاعی نداشت. چرا؟ مثلا دوستان بچه‌ها اطلاعی داشتن از این فایت، تبلیغاتی شد، ولی خب در دور 13 یعنی این دور آتی که ما قراره به افغانستان بیایم خیلی اتفاقات خوبی افتاد در این در کشور ما و همه مردم الان آگاه هستن از مسابقه بنده با آقای فرامرز. خیلی پیام ها به من میدن، خیلی استقبال ها شده، خیلی خوب بود واقعا این مسابقه برای من. یعنی وقتی که این خبر رو من دارم میشنوم توی مردم و کشور خودم که من قراره برم مبارزه کنم، خب این به من انگیزه میده، خیلی جالبه برام و میگم که یک انگیزه و یک انرژی خاصی به من میده که من بیام و فایتمو ببرم. در ایران خیلی خوب این روند داره پیش میره و رشد کرده. خیلی خوب، شما بعد از دور 11 و بعد از چالنجی که دادید وارد فضای MMA افغانستان شدید به نوعی و چند تا لایو فضای مجازی هم داشتید با چند نفر از ورزشکاران MMA افغانستان. خیلی هم شما رو چالنج دادن، چگونه میبینید فضای MMA کشور ما رو؟ خب افغانستان در رشته ورزشی MMA خوب پیشرفت کرده، فایترهای خیلی خوبی رو داره، حالا چه افغان مرد فایتر افغانستانی که در خارج افغانستان هستن، حالا در UFC دارن فایت میکنن، و چه فایترهای افغانستانی که در کشور افغانستان هستن، در سازمان بزرگی دارن فایت میکنن، مثل عبدالعظیم بدخشی، واحد نژند و باز محمد و فایترهای دیگه، حالا من زیاد شناخت ندارم. خب این باعث شد که بنده بعد از اون چالنجی که با آقای بدخشی دادم، خب قرار بود که ما با هم فایت کنیم، میگم خب حالا نشد و بعد یهو همه اومدن منو چالنج کردن، مثلا حالا زکی اومد، فایترهای دیگه اومدن. بنده گفتم مشکلی ندارم برای مبارزه کردن با هیچ کدام از این عزیزان، هیچ مشکلی نیست، بنده فایت میکنم. هر چی سازمان گفت، قرارداد برای من ارسال کرد، منیجرم قبول کرد، بنده آماده مبارزه‌ام و هیچ مشکلی با فایت با هیچ فایتری ندارم. که دیگه این فایت با فرامرز ست شد و الان بنده آماده مبارزه‌ام. و فضای و جو MMA افغانستان واقعا یک جو خیلی خوبه، یک جو حرفه‌ای شده. من بهتون تبریک میگم، یعنی یک جو کاملا حرفه‌ای در MMA رو شما دارید در کشور خودتون تجربه میکنید و روز به روز در حال پیشرفت. شما سلامت باشین، خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم. آقای شاهین نجفی، انشاءالله تاریخ 4 سرطان یک مبارزه جذاب را ببینیم بین شما و فرامرز محمد، مبارزه مرکزی فصل 13 شب نبرد. انشاءالله مردم هم تماشا کنند و لذت ببرند. اگر صحبت دیگری دارید؟ تشکر میکنم. بله، ما
چهار سرطان، از روی سرطان رو میگیم چهار تیر ما. حالا ما از یک هفته قبل مهمان شما هستیم، به افغانستان سفر میکنیم. بازم میگم خوشحالم واقعا که دوباره قرار سفر کنم به کشور افغانستان. بنده خیلی علاقه دارم. شما آقای نجفی؟ بله، سفر دوم بنده است و از سفر اول خیلی خاطره خوبی دارم. حالا نه به خاطر فایت، بنده از مردم افغانستان خیلی خاطرات خوبی دارم. مردم واقعا به بنده لطف داشتن و اینکه الان پیام‌های زیادی هم به من میدن مردم عزیز افغانستان. مردم مهمان نوازی هستید و امیدوارم که طی این مسابقات که بنده به کشور افغانستان میام بتونم یک شب رویایی رو برای مردم عزیز افغانستان به رقم بزنم و بتونم که صاحب کمربند بشم، چون من فقط برای کمربند میام. اینم برای آخرین بار میگم، من به جز کمربند به چیزی فکر نمی کنم و برای حریفم هم آرزوی موفقیت دارم. سلامت، ما هم برای شما و برای فرامرز محمد آرزوی موفقیت میکنیم. انشاءالله موفق و پیروز باشید. تشکر از اینکه فرصت دادید تا با شما صحبت کنیم. ارتباط ما بود با شاهین نجفی، ورزشکار ایران که در مبارزه مرکزی فصل 13 شب نبرد مقابل فرامرز محمد چهارم سرطان قرار میگیره. انشاءالله مبارزه جزایی باشه. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تشکر از اینکه آن سوی شب نبرد را تماشا کردید. با اتفاق تمامی همکارانم تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، همه شما را خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش.